هرچی این پروانه خانم زن باشوریه در حق من و تو خواهری میکنه، این سیبیلا شوهرش رو اصلا نمیتونم تحمل کنم. سیبیلا آقا هیبت چه ربطی به تو داره؟ اصلا همه چیز چندش آوره، اون ساتورش، اون پیشبندش، اون بوی گوسفنداش، ولی سیبیلاش اصلا بدجوری میره رو اعصابم. خواهر باور نمیکنی دو سه روز پیش داشت در گوش من صحبت میکرد، سیبیلش مستقیم از تو گوشم فرو رفت تو مغزم، الان مغزم مویه کرده. اینقدر پشتر مردم حرف نزن عقل کن. آبجی شما هم تیکه نندازه، حال و حوصله صدا تو ندارم. حوصله چیو نداری پویا؟ کلا سرصدا. سرصدا؟ خیلی خب، حالا که اینطور شد من امشب یه مهمونی پر سرصدا میگیرم. به همچنین که جنابالی سرتو بندازی پایین بری تو حیات همون حوالی گوسفندای آقا هیبت. باشه داداش؟ نه نباشه داداش، شما حق همچی کاری نداری. من رفتم مهمونا رو دعوت کنم. خدافظ. آبجی را نرو. آبجی شوخی کردم. آبجی پس ببین میشه بگی آقا هیبت اینا نیان؟ نه؟ آبجی پس بگو اگه میشه سیبیلاشو بزنه بیاد. خب بابا بابا مثلا لقمه میگیری؟ خیلی خوب بابا، مثل صابونش رو. چرا اونجوری میگی به بچم؟ شیر بده بخوره. میگه نه من نمیدونم بچه رو چی نمیخوره. مادر جان بخور قربونت برم، صبحانه خیلی چیز خوبیه. بفرمایین اینم چایی. نست دهنم. کیه؟ چنگ سینا. بفرمایین تو داداشان، بفرمایین. مزاحم نباشیم. اختیار داریم. سلام. سلام. سلام آبجی. سلام آبجی. سلام داماد. پای خوشگلتون برم. ایراد خان سلام. آبجی دوستتون داره، سر صبحانه رسیدید. سلام دایی. دیگه مزاحم شدیم. سلام دایی جون. بفرمایین. چه خبر دیگه دایی جان؟ بیا داداش. دستمون درد نکن. جانم دایی جون. میدونی این مسابقه با هم سیده یعنی چی؟ خب چرا بابا مامانت نمیپرسی؟ آخه همه قرضش میپرسن من میپیچونم. خیلی بده که مامان بابا شما رو میپیچونن. شما هر سوالی داری از دایی پشنگ بپرس بهش جواب میده. من چرا؟ من بلد نیستم. دایی پشنگ جونم. دایی جان میدونی این موسایی با ام سی دو یعنی چی؟ این موسایی با ام سی دو؟ بله. ببین دایی جان، این یعنی ایرادی نداره، هر سوالی دوست داری از دایی بپرس. ام یعنی ممنونم ازت اما جان که از دایی سوال میکنی. سی دو هم که دیگه خیلی مشخصه. سی دو مای فیور. سی دو یعنی سیب و دوتا دوتا بخوری خاصیت داره. ما برای چیز دیگه ای اومده بودیم اینجا. نه بله بله، ما اومده بودیم از شما بپرسیم که شما هم شام دعوتید منزل پویاینا. آره ما دعوتیم، شما هم دعوتیم. چه جاله. آره چه جاله، ما هم دعوتیم. بها پری جون، پس چرا به من نگفتی؟ بابا زشته، یه کادوی چش روشنی منزل مبارکی بابا. خب الان گفتم برو بگیر. الان منم بگیرم؟ من نصف شبی مغازه بازنم منم بگیرم. ساعت ده و نیم صبح. هی بچ چی میگی؟ ده و نیم صبح خب بدتر، الان اوج ترافیکه. ده و نیم صبح کجا برم توی ترافیک؟ اصلا شما چی گرفتی؟ آها راستی شما چی میخواییم بگیریم؟ ما که چیزه، اینا خیلی تابلو دارن ما رو میپیچونن، خودشون آهین در بساط ندارن. پاشو بریم. چی گفتی داداش؟ الان میگم خدمتتون. گفتش که اینا خودشون بدتر هم ماهن، صورتش رو با سیلی دارن سرخ کنن. چرا اینجوری میکنی تو امروز؟ بذار بگم نیگه. خداحافظ. ما با اجازهتون بریم. نه صبحونتون رو بخوریم بعد بریم. نه صبحونه نمیخوریم. نه صبحونتون رو بخوریم. ناهار هم نمیخوایم بخوریم، برنامه داریم ما. چرا؟ برای اینکه شام دعوتیم، میخوایم شامو پر بخوریم. میگم و داداش خیلی بده آدم با یکی قصه ازدواج داشته باشه بعد بخواد بره خونهشون مهمونی، بدتر از همین که دست خالی بره. خیلی زشته داداش، حیف که من ممنوع الخروجم، نمیتونم پامو از در این حیات بذارم بیرون. اگه نیم ساعت به من اجازه بدی برم بیرون، با 100,000 تومن اسکناس 1,000 تومنی تا نخورده برمیگردم تحویلت میدم، برو هر چی دوست داشتی بخر. به روح آقا جون، پا تو از در بذاری بیرون خودم میبرم تحویل کانون اصلاح تربیتت میدم، 20 سالم از اون ور بمونی. خب هر جور راحتی، من چیکار کنم؟ خودت میدونی با قصه ازدواجت به من چه؟ نه خب تو با من چیز میکنی دیگه، سلام مشورت. نه دیگه. من هیچ کار نمیکنم. نه داداش هم فکری میکنی دیگه، کمک میکنی.
بدون کادو خونه هیچ کس نمیرم، اونم برای اولین بار. منم. نمیرم. منم. چقدر پول داری؟ پولاتو رو کنی ببینم. پشنگ تو چقدر داری؟ من که هرچی داشتم این آقا سینا زده برده خورده. آقا سینا شما؟ منم هرچی داشتش زدم بردم خوردم. آفرین. هیبت تو. من که اتفاقا اصلا هیچی ندارم. عماد مادر تو پول داری؟ من 100 تومن دارم. ای بده ای به. من اینجوری نمیرم آقا، مهمونی نمیرم اصلا. آقا اینجوری نمیشه. اجازه بدین یه خورده فضا رو شاد بکنیم بعد بتونیم خوب فکر بکنیم. داداشی سینا جون، اون آوازه رو که تنها بودیم با هم میخوندیم دست میزدیم شاد بود. آه. اونو میتونی بخونی الان برام؟ آره صدام یه مقدار گرفته ولی دیگه برام بابا تا برم دنبال کارم چند بار باید بهت بگم که وقت ندارم نیا سراغم تا بهترین کار اینه که ما یه کادوی بگیریم بریم خونه شون که دست خالی نرفته باشیم. این واقعا تن راه حلیه که از اول همین بوده دیگه. از اول همین بوده. میگم آقا یکی از گوسفندای منو کادو کنیم ببریم. هیبت بیا. چشم خوب نیم. دایی جون، شما که همه چیز میز دو در کردی یه چیز درست سایه حتش پیدا نمیشه؟ نه خیر بی تربیت. دو دره کردی یعنی چی؟ ما دو دره بازیم؟ نه. آها! چقدر من بدبختم آقا. آبدی خوشبخت شدی. یه چیزی پیدا کردم که اونو برمیداریم میبریم. راست میگی؟ اولا دست خالی نرفتیم. خب دوما خودمون شاد میشیم. سوما اونا اگه جنبشو داشته باشن اونا هم شاد میشن. چهارم یه شام درست حسابی خوردیم. پنجم هم کمدمون خلوت میشه. آفرین گرفتی چی رو میگم بس. آره چی؟ کپسول گازه. خوبه آره. چرا زحمت کشیدین رازی؟ زحمت نبودیم. قابل شما را نداره. زحمت کشید. من واقعا احساس میکنم که تو جمع خانواده خودم. الهی احساس درستی. چه احساس درستی. خیلی دوست داری. شما چرا اینقدر زحمت کشید الان میوه و شیرینی و ما واسه دیدن روی ماه خودتون اومدیم. بله بله اصلا من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. من اگه قصد ازدواج نداشتم الان تو رخت خوابم خواب بودم. قصد ازدواج دارم که اینجا در این مهمانی قشنگم. قشنگی جونم. بو بکش. جانم بو بکش. بوی غذا رو میدی؟ تو را پلا بوی قرمه پیچیده. به من عاشق بوی قرمه هم. بوش میخوره به مخم گیش میده. آقا راست میگه آقا. راست میگه من اینجونو میشناسم دقیق. جانم بله ماشینی تعارف نمیکنم. پسرم آخه اگه ماشینی بردارم میگی تعارف نکردم و ندارم. اصلا نگران نباش. شما برو ظرف شیرینی بردار بیار اینجا. راسته ما پلیز یه دیگه میکنم. بشین پسرم. ببخشید
خواهش میکنم با بچه اجازه بدین اول کادوتون رو باز کنیم ببینیم که چی زحمت کشیدین. آه اختیار داریم بفرمایید. بچه میخواست شیرینی برداره، اگه میخواید اونو بیاره بخوریم. ببخشید داداشم اینجوری صحبت کرد، ما عادت داریم دیگه، رسم خانوادگی، اول برای اینکه به مهمون احترام بذاریم کادوشون رو باز کنیم. حرفا چیه؟ شما حالا ببینید یه دوتو ما به بشکا بیار یه میوه تخمه یه چیزی ما بخوریم سرگرم شیم و بعد تاله کوتا صبح کادو ما میکنیم. نمیشه آقا. نمیشه آقا، ما تازه اومدیم خدمتتون. نمیشه. هستیم خدمتتون. نمیشه. جدا میفرمایید؟ بله بله، جدی دارن میگن، جدی دارن میگن، اصرار ندارن. بفرمایید خواهش میکنم. به ندیدم همچین کادوی کسی برای کسی بیاره، ندیدم این قالی. بدار شاد کردی دادا، شاد پشنگ بود. قالی رو ببین، قالی رو ببین، اندازه یه موز کدم نمیخرمش. واقعا خندیدی، شاد شدی آبجی، شاد شدی آبجی، نگفتم همه شاد میشیم؟ چقدر خوش پاره. ببخشید بیرون. بله جا بیرون شامو بخوریم. مهمونی مگه همینجا برگزار نمیشه؟ بیرون. چرا همینجاست مهمونی؟ بیرون. آقا به جون خودم نباشه به جون شما، اگر پذیرایی نشده من پامو بذارم بیرون. آقا بیرون. آقا یه شامو بخوریم؟ خب شام نداریم آقا، بیرون. زحمت کشیدین برای دو نفر آقا، بیرون. خب آقا من برای دو نفر، من و سینا میخوریم. من تو سن رشدم باید تغذیه‌ام مناسب باشه. آقا بیرون. آقا من دعوا شما چرا جنبه نداری؟ ما اون گرفتیم شاد بشیم. مشکل نداره که دعوا کنم، ما اومدیم مهمون دعوا کنیم. با شما لطف کن یه ظرف کوچیک برنج، یه ظرف بوی قرمه برای عماد ببریم. خب گشنه‌ش بچه‌ست دیگه. آقا بیرون. بس دیگه. بله. تو خیلی کلک نکشیدی؟ من برای چی؟ آفرین آبروی خانوادگیمونو حفظ کردیم. برای چی شاد شدیم؟ برای چی خجالت بکشیم؟ ببین تو هنوز اونجا شادی آوردیم تو خونه مردم؟ همینو میخوام بکنم تو حلقومت. بیا پایین کارت دارم بچه. میخوای بزنی؟ صدات بنشن. میخوای بزنی؟ بزنمت. الو. من نمیخوام بزنم، میخوام تو رو بکشم. گوشه نگرد. ببین آقا پویا، پری خان، من بابت رفتار خواهرم از شما معذرت میخوام. ما مهمونی شام اومدیم، میذارن میرن. آقا اشکال نداره. آقا پشنگ جانم بیرون. آقا آقای عزیز، شام دعوت بودیم، یه ذره غذا بخوریم بریم. الو الو بیر الو آقا با شما هست. جانم بیرون. من جامو تغییر بیرون قطع میشه. منو شما که هست من بیرون. برو شما رو بیرون ببین. الو آقا الان خوبه؟ الان چطوره؟ بشین الان بهتر شد. بهتر شد. منظورتون دقیقا چیه؟ آقا خیلی بیادبین، من با تمام قصد ازدواجم اومده بودم. بی نهایت خوشحالم. قربون دارم. آخ آقا پول قرمه به خورده خودش نخورده. رعایت کنید، مهمانیه جانم. با کت شلوار پوشیدی. آقا کنسل شو. نه دیگه قد کن تو هم مسخره. پشنگ بگیرمت. یواش ما پری موقعی کادواره که دادی نشون کادو. بسه دیگه میگم بسه، نه خط صدا تو نشنوم. آخه خیافشو خیلی دیده. هیبت داری اعصابم خورد میکنی ها. چشم بزی صدامونو میشنوم، آبرومون میره، زشته. میپکم میگم نخند. چشم آی هیبت.
که کادو رو وا کرد شروع کرد جیغ زدن. خیلی قیافش بالا. نه میدینی آخه من گشنم هم هست چون زور نهار نخوردم زیاد نمیتونم بخندم از صمیم قلب. آره نهار نخوردم گفتم شام بتونم سیر بخورم همچین. آره نامرده دیدی چی کار کردم. بی معرفت یه شیرینی میوه ای هم نزش دست بزنیم حداقل. ای گشنت منم دارم ضعف میکنم. منم هیچی نخوردم دارم ضعف میکنم. ببین میگم که پول نداری نه؟ نه. آره. بعد خوردنی چی تخمق نون اینا تو سیب زمینی چیزی تو خونه نیست؟ نه نیست. نه؟ خب رژیم میگیریم رژیم بگیریم دیگه ها؟ آره. رژیم بگیریم لاغرچین؟ آره. از امشب رژیم. آره. فقط امشب رژیم. بزن. رژیم میگیریم. رژیم. چرا نمیخوری؟ غذا. اشتها ندارم. لوس این زلزله 8.9 ریشتری منج تکان خوردن زمین شد که این تکان ها باعث ترس اهالی محل گردید. به خبری که مکنون از خبرگزاری ما از کشور اسکاندینیا رسید توجه فرمایید. قالیچه با ارزش در یکی از موزه های مطرح اروپا پس از کنکاش های فراوان دو کاشف اسکاندیا در یکی از ویترین های این موزه نصب گردید. این دو کاشف در توضیح اینکه قالیچه چه تاریخچه دارد و از کجا به این کشور رسیده است چنین گفتند. ما ابتدا بعد از تلاش های فراوان ما به این نتیجه رسیدیم. قالیچه در مخروبه های قصر ترونیکا گم شده است. و ما بعد از چندین ماه حفاری به این قالیچه رسیدیم. میس کورت نه نه همکارم و آن را یافتیم. مبلغ این قالیچه در اولین مجمع گرد همایی مسئولین موزه مبلغ 20 میلیون دلار بوده است. 20 میلیون دلار. 20 میلیون دلار. بگو 20 میلیون دلار. 20 میلیون دلار. و این مسئله را نیز خاطر نشان می‌کنیم که این قالیچه جفت دیگری هم دارد. که جفت این قالیچه به احتمال قوی اسمارت نه نه مگه بابا این کذب محضه. کذب محض یعنی چی؟ برای اون دایی باشور فجیه بابا. بابا چه کار داری؟ کاری این ندارم که کاری به این ندارم که و به احتمال زیادتر من تو رو میکشم پچنگ. من تو رو میکشم پچنگ. چرنا و به احتمال زیاد در ایران میباشد. چون این قالیچه اصالتا ایرانی میباشد. این قالیچه ایرانی می باشد اصالتا. ایرانی می باشد. خدا نگهدار. با اینکه داداش بزرگترمی و احترامت واجبه ولی مردشور ریخت تو ببرد. آخه این چه شوخی بود که کردی؟ 20 میلیون دلار پر؟ های دست تو روی داش بزرگتر بلند میکنی؟ آخه این چه شوخیه میکنی؟ دست تو روی داش بزرگتر؟ داداش نه ببین آه! داداش داداش
جان! روح آقا جون میکشمه! آبجی پشنگ دورت بگرده! آخه من از کجا میدونستم اون قالیچه بوگندوی کرکسیف درب و داغون 20 میلیون دلار میارزه! آبجی یه نگاهی به پشنگ داشت بکن! چت شده آبجی؟ به من بگو از دقیقاً اکی آبجی من اینجوری شده؟ دقیقاً؟ آره. یعنی اگه دقیق بابا از همون موقعی که برای اولین بار خبر قالیچه رو پخش کردم دیگه! آها! آب. الان که دیگه خبری پخش نمیکنن از قالیچه خبری نیست. آقای محترم. ببندید دهنتونو. صداتونو نشنوم. آبجی حرف زدی آبجی. حالا چی کار کنیم؟ بریم خوب ازشون پس بگیریم. اصلا اونا شاید تا الان نفهمیده باشن قیمت اون قالیچه چنده. اولین کاری که میتونیم بکنیم بریم سیمانتن خونش رو بکنیم. اجازه بدین. آقا اولین و آخرین راه اینه که ما قالیچه رو باید بدزدیم. بزن آقا راحت. آقا 20 میلیون دلار پشن. سیمانتن رو کندی؟ آره بیخ کندمش. این سیمانتن ما رو کندی باجور. ما تلویزیون نداریم. برق رفت. آره. بپا من میدونم کجاست پر. یواش صحبت نکنیم. برق نیست الان. آره. چرا من گرفتی؟ خب باشه. ساکت. آره. بیا. لولش کن. کیسه رو بیا. خیلی خانم بود. اینجا رو دیوار کشیدن. اینا رو دیوار کشیدن. ببه قول نه قول نشو قول نشو قول کجایی قول. آی نه دره ساکت دیوونه ساکت بر رفته. کن در میزنن. کیه؟ منم پریام. کیه؟ پریام. سلام خانم. سلام. حال شما چطوره؟ من قصد من به قصد قرارداد شما کار ندارم. من مدام میگم که شما به عنوان مالک ساختمون و یه جورایی هم مدیر ساختمون مسئولی به ما دوز زده. او مای فیدرز. دو تا دوزده ابله چاق. توجه کردین ابله چاق. اینا اومدن موکت جلوی دستشویی ما رو دزدیدن. گفتم که شما داداشتونم مراقب باشید. خواهش میکنم. چه ساعتی دقیقاً؟ خدافظ. تو این ساعت دزدی شده بود؟ در این ساعت موکت نبوده که، فرش بوده. نمیدونی بدون. نمیدونی بدون. موکت نیست. فرش.
نیست. موکته. آخ! همش تقصیر توه دیگه. جای چشما رو کلاه در نیوردی، به جای فرش رفتیم موکت جلوی دستشویی رو دزدیدیم. فهمیدی؟ خب یه بار بهت گفتم که یادم رفتش. آقای یادم رفتش. من الان چیکار کنم؟ موکت رو بردارم ببرم به موزه لوفر بدم؟ دیوونه؟ نمیدونم. سلام علیکم. قالیچه ما تمیزه، خیلی ممنون. احتیاج به شستشو نداره. چرا؟ کثیفه، توش وبا داره و باید بده بشوریم. منشأ وبا و منشأ پراکندگی وبا تو محل همین قالیچه شماست. قالیچه‌مون تمیزه، نمیخوایم. نه آقا تو نمیفهمی. نمیخوایم آقا، قالیچه‌مون نمیخوایم بشوریم. چرا؟ تمیزه خب. آره. بیا برو. زود بیا. بچه برای چی ماست ریختی اینجا؟ این خانمت بگو داد نزنه بره جلوگیری از وبا واجبه. آقا جان، قالیچه ما بله از گوسفندای شما تمیزتره. برو سیبیلتو بزن چندش. فهمی این موکته اینی که رو زمینه فرشه. چیه؟ فرش. اینی که نقش و نگار داره، گل داره، این فرشه. اینو میذاریم بغل این. چقدر فرق میکنن با هم؟ چقدر با هم فرق میکنه موکت و فرش؟ بده من یه دقیقه. من این همه دل جگر دادم تو بخوره اینجوری مخت. آقا بچه هست. آقا تربیت چه؟ بلش کنیم ببینم چیکار کنه. بلش کنیم ببینم. بل کن دیگه داداش من، تو چی؟ دستمو به این محکم گرفتی بس چی؟ بده من اینو. شما بهش بگو که توضیح بده بگوش. ببخش پسرم، قربون اون شکلت برم. آخه برای چی حواستو جمع نکردی؟ ها؟ بگی بینم. تمام شد؟ شما ذره فکر نمی کنید که من اگر ماست رو میختم رو فرش مجبور میشین فرش رو بشورین. فرش خراب میشد. دیگه دوزارم ازتون نمیخریدم. داره نست میگه. ها؟ الهی قربون پسر گلم برم. باهوش نازنی. البته آبجی من یه چیزی بگم، من ناگفته نماند. زمانی که خواستن ماستو بریزن من سری اشاره کردم اما جان موکت. سری گفتم موکت، فرش کثیف میشه. ببن اون دک دهنت مرده که فکی بشه گیر آوردی ها؟ پدر مادر داره. بلم کن یه دقیقه، یه دقیقه بلم کن. بله دیگه نگرفتم. آقا کسی نگرفته شما. بله خب بلم که بلم. بلم اینو بجون تو کسی نگرفته. بگو دیگه بیا بودو الان یکی میبینه. خب ببخشید من جلو اومدم. خواهش میکنم. عجله کن. سلام. سلام خانم، حال شما چطوره؟ ببخشید تلویزیون ما دست شما چیکار میکنه؟ دست ما؟ آه تلویزیون. بله خانم، ببینید شما به مایانه مبلغی رو به عنوان شارژ میدین به مدیر ساختمون. این جز خدمات کاری مدیر ساختمونه، یعنی هر ماه سرویس لوازم برقی از جمله تلویزیون به عهده ما میباشه که مدیر ساختمون تنها هستیم. تلویزیون ما خراب نبود آقا. نه بندم همچین عرضی نداشتم. سرویس شده فقط یه خورده گردگیری و تلویزیون. بذارین سر جاش.
بله ما الان آورده بودیم داشتیم میذاشیم سر جاش داشتیم میرفتیم برگشته بودیم پسر بپر بپر اونو بزود ببخشید دیگه بپر پسر ما موظفیم به انجام این کارا دیگه ما ماموریم و معذور ببخشید خانم اگه یه موقع کم و کسری هم هست چیزه فقط یه 3-4 روز نباید روشنش کنید و 3-4 روز نباید تلویزیون روشن کنید این لامپ تصویر شله 4 روز طول میکشه تا صفر بشه نباید نگاه کنید بله در ضمن خرید منزلم به عهده مدیر ساختمون شما چرا زن بله خانم ما تو خرید منزل انجام خدافظ اشکال نداره خدا یه توهای دیگه میگم بجام فرش اونجا تلویزیون رو برداشتی اومدی بیرون خب منم همینم هر روز فرش رفتی تلویزیون رو برداشتی باز چی فرش رو برداشتی آزن آزن باز چی فرش رو برداشتی خب ببخشید ها؟ نه دیگه ببین تو تکو نخوری خانم بازی تموم شد خانم بازی نکن دیگه خانم با شما بازی نکن دیگه تموم شد دیگه پاشو پاشو بر بشین من قصد ازدواج دارم پاشو برو اچه بیار عجب تکو بخوری من عرضه داب کشه بذاری زمین خیلی خوب یا قالی رو بدین یا بچه رو میکشم راست میگه این قاطیه بگه میکشم میکشم راحت باش بکش بچه رو بکش دیوونه فرش رو بده بچه رو بگی بچه رو بکش راحت باش دیگه میکشم ها اینا بچه دارن راست میگه اونا خواهر برادرن اصلا بچه ندارن که این بچه شبیه عماد نبود راست میگی بگو بچه رو عماد هی به من میگه دایی جون دایی جون مرد حساب اینقدر صحنه سریع بود ما نفهمیم چی شو خب حرکت آهسته شو ببین بیمعرفت چرا حرکت آهسته منو فرستادی تو Thank you.
مای فیورت دی گلوله. آخ 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 دیگه آجینو میدیده داشت. نگو آجو مرده. قبول نیست، قبول نیست، من نباید کشته بشم، من چرا باید کشته بشم؟ تو آخه، تو چی نگاش میکنم این هم باید بیشتر نگاش کنم آبچی نابغه میزو گذاشتی رو فرش 2 میلیون دلاری؟ نابغه 20 میلیون 20 دیگه بدتر ورش دار باش به کمک چی شده؟ آی قلبم سلام خانم قلبم آی شد آقا پاش آی قلبم چی شده قلبم چی شده قلبم گرفته خب بذار برم اورژانس فکر کنم سکته کرد نه من نباید جام تکون بخورم خانم من ببخشید قصد ازدواج دارم ولی این مسئله پیش اومده آقا پاش بذار زنگ بزنم اورژانس آقا پویا من نباید تکون بخورم با همین فرش گوشه هاشو بگیرید منو تو اتاق خودم ببرید اونجا زنگ میزنم اورژانس بیاد آی قلبم دیوونه ای مگه اورژانس میاد با برانکار میبره آی قلبم چی کار داری؟ آقا منو با فرش ببرین پایین بابا نمیشه آی مام دیگه مردم چی میخندی؟ قلبت سمت راستته؟ آی اینت پوچی سودون فقرام زده این ور درد گرفته منو کمک کنین قلبم الان قلبت درد میکنه؟ یه خورده بهتر شده الان چی؟ الان خوب شد دیگه آره؟ بله پاشو برو پاشو برو من میگم که من قلبم درد گرفته بود اومدم از یه خانواده‌ای که قصد ازدواج دارم کمک گرفتم اشکال داره؟ ببین جانم دیگه نیاد پیش ما کمکا یه وقت میای کمک ما بیل از دستمون در میره محکم میخوره تو سرت زرتی میمیری با اجازتون ببخشید من شرمندم خانم مزاحم شدم ببخشید چیزی میخوام فرشم ببرم من کجا منو ببخشید من با این وضع قلبم هنوز قصد ازدواج دارم و خدافظ شما اوه قلبم آی قلبم بودو قلبم آقا با خبری که هم اکنون از موزه اسکندریه به دستمون رسید توجه فرمایید دو نفر از کارگران موزه اسکندریه بعد از چند روز که از جنجال فرش 20 میلیون دلاری میگذرد اعلام کردند به دلیل تنگ بودن فضای ویترین های موزه اسکندریه ما مجبور شدیم جفت قالیچه رو روی هم نصب کنیم مرد ملاجورد دیل جفت ترکخت این رون لهم و دو کاشف تقلبی نیز اعلام کردند که و دو دلارد کاشف ترتلاغن اشنیخ برد نکت تورله که ما در همان موقع هم جفت این قالیچه را پیدا کرده بودیم ولی چون مبلغ پایه را چون این بالا دیدیم اولار نگون دیشتیله مبلغ لند بارلا تصمیم گرفتیم که یکی از قالیچه را مخفی کنیم در لیست اینجین نرد نزیرش
لارمل زیرش معلوم نیست نک تا بتوانیم پول خوبی از موزه بگیریم آی 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 تن لباتلر پول نرد خوب سنینان موز لرنم اتمار نک نک پولیس انترپول همچنان در پی این دو کاشف می باشد انترپول نک 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 نمالش می دوید تو که من نک نر خیابون می گیرن نرو تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری